زهیر نوشته پاولو کویلو ترجمه آرش هجازی، با صدای هلیا مقصودی قسمت هفته هم. این دیگه چیه؟ هنوز صبح نشده؟ خیلی وقت صبح شده. این فقط طوفان شنه نگران نباش. عینک آفتابیت رو بزن تا صدمه ای به چشمات نخوره. دوست کجاست؟ برگشت به آلما آتا. اما از مراسم دیروز خیلی حیرت کردم. در واقع مجبور نبود این کار رو بکنه. ممکن بود فقط وقت تو رو تلف کنه. شایدم هم ذات و ریه می گرفتی. امیدوارم به فهمی که این روش اون برای خوش آمد گفتن به تو بود. زیادی خوابیدم. با اسب فقط دو ساعت راهه. قبل از اینکه آفتاب به وسط آسمون برسه اونجایی. باید هموم کنم. باید لباسم رو عوض کنم. امکانش نیست. وسط استپیم. روغن رو تو قابلمه بریز اما اول به بانو تقدیمش کن. روغن بعد از نمک ارزشمندترین محصوله. تنگر چیه؟ معنیش آین آسمانه. یک جور دین بیدینی. بودایی ها، هندوها، کاتولیک ها، مسلمان ها، فرقه ها و ادیان و خرافات زیادی از اینجا گذشتن. کوچنشین ها به هر دینی میرن تا سرکوبشون نکنن. اما همچنان فقط اعتقاد داشتن و دارن که الهیت در هر مکان و هر لحظه ای حضور داره. اونو نمیشه از طبیعت بیرون کشید و در کتاب ها گذاشت یا در چهار دیواری حبس کرد. از وقتی به این سرزمین قدم گذاشتم احساس بهتری دارم انگار واقعا به این غذا احتیاج داشتم ممنونم که گذاشتی باهات بیا منم ممنونم که منو با دوست آشنا کردی. دیروز وقتی تقدیسم می کرد احساس کردم آدم خاصیه. اون از پدر بزرگش تعلیم گرفته که اون هم از پدرش تعلیم گرفته و از پدرش و همینطور تا آخر. تا آخر قرن نوزدهم فرهنگ مکتوب در بین کوچنشین ها وجود نداشت. و در قیاب کتابت سنت آکین به وجود اومد. آکین کسیه که همه چیز رو به خاطر میسپره و قصه های نقل شده رو نسل به نسل منتقل میکنه. دوس یک آکینه. اما امیدوارم وقتی میگم تعلیم فکر نکنیم منظورم جمع کردن دانشه. این قصه ها شامل اطلاعات و نام و واقعیت ها نیست. در واقع افسانه های از پهلوان های زن و مرد، حیوانات و نبرد ها، یعنی نماد های جوهره انسان و نه فقط اعمالش. داستان پیروزمندان یا شکست خورده ها نیست. داستان کسانی که دنیا رو زیر پا میگذاشتند بر استپ تعمل می‌کردند و اجازه می‌دادند انرژی عشق لمسشون کنه احساس میکنم برکت پیدا کردم کاش من هم همین احساس رو داشتم دیروز در آل تا به دیدن مادرم رفتم پرسید حالم خوبه پول در میارم؟ دروغ گفتم. گفتم حالم بهتر از این نمیشه. اما امروز که بر میگردم پیش مردمم انگار همین دیروز رفتم. و در تمام این مدت که خارج بودم هیچ کار مهمی نکردم. با گداها حرف میزنم. با قبیله همراهی میکنم. در رستوران ملاقات برگزار میکنم اما حاصلش چیه فکر میکنم هیچ من مثل دوست نیستم که از پدر بزرگش تعلیم گرفت فقط اون حضور رو دارم که راهنماییم میکنه گاهی هم احساس میکنم شاید همش توهم باشه شاید فقط پای همون حملات سر در میانه و نه چیز دیگه ای. همین یک دقیقه پیش از من تشکر کردی که گذاشتم با من بیای. حالا ظاهرا خیلی غمگینت کرده. تصمیم بگیر چه احساسی داری؟ دو احساس مختلف دارم. نمیتونم تصمیم بگیرم بین تضادها و تناقص هام. میخاییل، میخوام چیزی بهت بگم. از وقتی از وجود تو با خبر شدم منم بین تزات هام گرفتارم. اول ازت متنفر بودم. بعد قبولت کردم. و بعد همونطور که دنبالت میومدم این پذیرش مبدل شد به احترام. تو هنوز جوونی احساست کاملا طبیعی ناکامی نمیدونم کارت تا حالا بر چند نفر تاثیر گذاشته اما میتونم یک چیز رو به تو اطمینان بدم تو زندگی منو عوض کردی تو فقط به پیدا کردن زنت علاقه من بودی هنوز هم هستم اما این باعث شد از چیزی بزرگتر از استپهای قزاقستان بگذرم در گذشتم به حرکت در اومدم دیدم کجا اشتباه کردم کجا ایستادم واقعا کی استر را از دست دادم اونو در لحظه ای از دست دادم که سرخپوستان مگزیکی اسمش رو گذاشتن کنترل چی. چیزهایی رو تجربه کردم که هرگز فکر نمی کردم دوباره تجربه کنم. و دلیل همه این چیزها این بود که تو کنارم بودی و راه نماییم کردی. هرچند خودت نمی دونستی. چیز دیگه ای رو هم می دونی؟ من باور می کنم که تو آواهایی رو می شنبی. باور دارم که در کودکی مکاشفه هایی داشتی. همیشه خیلی چیزها رو باور می کردم و حالا بیشتر از اون رو هم باور میکنم. تو همونی نیستی که باهاش آشنا شدم. نه نیستم. امیدوارم استر راضی بشه. خودت راضی؟ البته پس همین کافیه. غذا بخوریم. صبر کنیم تا طوفان تموم بشه بعد راه بیفتیم. با یا بدون طوفان راه میفتیم. خوبه. هر کار میخوای میکنی. طوفان یک نشانه نیست. فقط از عوارز نابودی دریاچه آراله. از شدت باد کم شده. انگار اسب ها سریعتر حرکت می کنند. وارد در میشویم می شویم و منظره کاملا عوض می شود. دیگر نه افق بی پایان که فقط سخره های بلند و بیدار و درخت را می بینیم. به راست نگاه می کنم و چهی پر از نوارهای بسته می بینم. اینجا بود؟ اینجا اونو دیدی؟ نه درخت من نابود شد پس این چیه؟ احتمالا اتفاق خیلی مهمی تو این منطقه افتاده از از پایین می آید کولش را باز می کند چاقوی در می آورد و تکه ای از آستین پیراهنش را می برد و به یکی از شاخه های درخت چه می بندند. حالت چشمهایش عوض می شود. شاید آن حضور کنارش است. اما نمی خواهم چیزی بپرسم. من هم همین کار را می کنم. مراقبت می خواهم و کمک و احساس می کنم که من هم حضوری در کنارم دارم. رؤیایم سفر دراز بازگشتم به سوی زنی که دوستش دارم. دوباره سوار اسب می شویم. از نیتش حرفی نمی زند. من هم نیتم را نمی گویم. پنج دقیقه بعد دهکده کوچکی با خانه های سفید ظاهر می شود. آقایی منتظر ماست. به روسی با میخایل حرف می زند. مدتی با هم بحث می کنند و بعد مرد می رود. چی میخواست؟ می گفت به خونش برم و پسرش رو شفا بدم. هنوز اون مکاشفه ها رو به خاطر دارن. مردد به نظر می رسد. کس دیگری در خیابان نیست. یا ساعت کار است یا ساعت استراحت. به خیابان اصلی می رویم که در انتها به ساختمان سفیدی در وسط باقی می رسد. میخایل یادت باشه که صبح موقع صبحانه بهت چی گفتم تو شاید فقط بیمار مصروعی باشی که حاضر نیست بیماریش رو بپذیره و اجازه میده تا زمیر ناخداگاهش داستانی درباره بیماریش بسازه اما شاید هم بر زمین مأموریتی داشته باشی شاید باید به مردم یاد بدی که سرگذشت شخصیشون رو از یاد ببرند و در برابر عشق به عنوان انرژی ناب ایزدی گشوده تر باشن. درکت نمی کنم. در تمام این چند ماهی که همدیگر رو می شناسیم فقط درباره این لحظه حرف می زدیم. یعنی موقعی که به محل اقامت زنت میرسی. اما از امروز صبح یک دفعه انگار بیشتر نگران منی تا چیز دیگه. آین دیشب دوس تأثیری بر تو گذاشته؟ مطمئنن گذاشته. میخواستم بگویم میترسم. میخواهم به همه چیز فکر کنم جز چیزی که تا چند دقیقه دیگر برایم رخ می دهد امروز مهربانترین مرد دنیایم چرا که به هدفم نزدیک شدم. از چیزی که در انتظارم است میترسم. واکنشم این است که سعی کنم به دیگران خدمت کنم به خدا نشان بدهم که آدم خوبی هستم. که سزاوار برکتی هستم که آنقدر دنبالش بودم. میخایل از اسب پیاده شد و به من هم گفت همین کار را بکنم. من میرم خونه این مردی که پسرش بیماره. در مدتی که با استر حرف میزنی مراقب اسبت هستم. به ساختمان کوچک میان درخت ها اشاره کرد. اونجاست. با تمام قوا سعی کردم تسلطم را بر خودم حفظ کنم. چی کار میکنه؟ کار میکنه و یاد میگیره. قبلا هم گفتم فرانسه درس میده و به جاش گیلیم بافی یاد میگیره. گیلیم درست شبیه استپه. خیلی پیچیده است اما ظاهر ساده ای داره رنگش رو از گیاهانی میگیرن که باید سر موقع خاصی اونها رو چید وگرنه خاصیتشون رو از دست میدن بعد پشم گوسفندها رو در آفتاب پهن میکنند، با آب گرم خیس میکنند. موقعی که پشم ها هنوز خیس هستند اونها رو میریسن و بعد از چند روز وقتی آفتاب همه رو خشک کرد کار بافتن رو شروع می کنند. نهایی رو بچه ها انجام میدن. دست بزرگ سالها زیادی بزرگه و نمی تونه گلهای ریز و ظریف رو بدوزه. مکسی کرد. اون چرند و پرندارم در مورد ممنوعیت کار اطفال بارم نکن. این سنته و باید بهش احترام گذاشت. حالش چطوره؟ نمیدونم. نزدیک شیش ماهه که باهاش حرف نزدم. میخوایی؟ این هم یک نشونه است. گیلیم. گیلیم؟ یادته که دیروز دوست به من گفت اسمی انتخاب کنم؟ من هم داستان جنگجویی رو گفتم که دنبال زن محبوبش به جزیره ای بر برمیگشت اسم اون جزیره ایتاکا بود اسم اون زن پنلوپه بود میدونی از وقتی اولیس به جنگ رفت پنلوپه تمام وقتش رو وقف چه کاری کرد بافتن یک لباس وقتی سفر اولیس بیشتر از حد طول کشید خواستگارها پنلوپه رو زله کردند پنلوپه قول میده که وقتی بافتن لباسش تموم شد با یکی از خواستگارها ازدواج کنه اما هر شب بافتش رو باز میکنه و روز بعد دوباره شروع میکنه به بافتن و همچنان رؤیای بازگشت مرد محبوبش رو داره. اما سرانجام از انتظار خسته میشه تصمیم میگیره این آخرین باری باشه که لباس رو میبافه و درست همون موقع اولیس میرسه اتفاقا اسم این شهر ایتاکا نیست و اسم اون زن هم پنلوپه نیست داستان را نفهمیده بود به زحمتش هم نمیارزید که تمثیلم را توضیح بدهم. اسبم را به او دادم و آن صد متر را پای پیاده پیمودم. صد متری که مرا از کسی جدا می کرد که روزگاری همسرم بود بعد زهیر شد و اینک دوباره محبوبی می شد که تمام مردها دوست دارند موقع بازگشت از جنگ یا کار ملاقات کنند. قرق کسافتم لباس و صورتم پوشیده از قبار است بدنم خیس عرق است هرچند هوا خیلی خنکتر شده به ظاهرم فکر می کنم به سطحی ترین چیز دنیا انگار این همه راه را تا ایتاکای خودم آمدم تا لباس تازم را نشان بدهم. در این صد متر باقی مانده باید سعی کنم تا به تمام اتفاقات مهمی فکر کنم که در مدت غیبت او یا من رخ داده. وقتی همدیگر را ببینیم به هم چه میگوییم؟ بارها به این موضوع فکر کردم به جمله های مثل مدتها منتظر این لحظه بودم یا به اشتباه هم پی بردم یا این همه راه آمدم تا بگویم دوستت دارم یا حتی خوشگلتر از همیشه شده ای تصمیم میگیرم فقط بگویم سلام. انگار هرگز نرفته باشد. انگار فقط یک روز گذشته و نه دو سال و نه ماه و یازده روز و یازده دقیقه. و او باید بفهمد که من عوض شدم. به جاهایی که او رفته بود رفتم. جاهایی که هرگز خبر نداشتم یا هرگز برایم مهم نبود. آن پارچه خونالود را در دست یک گدا دیدم و در دست مردها و زنهای جوانی که در یک رستوران در پاریس نمایش میدادند. در دست یک نقاش، در دست پزشک خودم در دست جوانی که می گفت مکاشفه هایی داشته و آواهایی می شنود. موقعی که دنبال آن جوان می رفتم به راستی زنی را که با او ازدواج کرده بودم شناختم و دوباره معنای زندگیم را کشف کردم. که آنقدر تغییر کرده بود و اکنون باز تغییر می کرد. وقتی بچه بودم آرزو داشتم آتش نشان یا فوتبالیست بشوم. در نوجوانی رویاهایم عوض شد. میخواستم با دختری ازدواج کنم که اولین شعرم را برایش سروده بودم. مدرکم را از دانشگاه بگیرم. در جامعه آدم مشهور و متشخصی بشوم. به مهمترین مهمانی های دنیا دعوت شوم در چند کشور خانه داشته باشم. ثروتمند بشوم دنیا را ببینم کنار زنم پیر بشوم و آنقدر زندگی کنم تا نوه هایم را ببینم. عهد کردم با اولین دوست دخترم ازدواج کنم و کاری کنم تا به من افتخار کند. در جوانی رویاهایم باز عوض شد. میخواستم دانشگاهی را که به هیچ دردی نمیخورد ترک کنم. تمام دنیا را با جوانهای همسن و سالم زیر پا بگذارم. به زنهای زیادی عشق بورزم هرگز ازدواج نکنم. با کسی زندگی کنم که سر از پا نشناخته عاشقم باشد کتاب بنویسم با بیتلها ملاقات کنم دوستانم به من حسادت کنند ماشین کوروکی داشته باشم سرانجام بچه دار بشوم اسرار جادو و کیمیاگری را کشف کنم از خردمندانی که در تبت زندگی می کنن درس بگیرم در آمریکا زندگی کنم در کالیفرنیا در محله بیکسور در جوانی با شدت و شادی مفرت جنونم را تجربه می کردم به خودم قول می دادم هرگز بخشی از نظام نشوم و آتش مقدس تقیانمان را به چهار گوشه زمین بگسترانیم. اوایل میان سالی دگردی سی دیگری رخ داد. میخواستم کاری داشته باشم که به من صبات بدهد و زنی که مرا درک کند. آپارتمانی در کشور خودم پول کافی تا برای پرداخت صورت حساب ها بدبختی نکشم تعطیلات به سفر بروم هر دو سال یک بار به یک سفر دریایی بروم ببینم که فرزندانم به دانشگاه میروند ببینم که رؤیاهایشان را هر چند جنونامیز به نظر برسد تحقق می بخشند و همزمان من و همسرم زندگیمان را وقف این کنیم تا بفهمند چقدر دوستشان داریم و هیچ وقت نیازمند نشوند. شنبه ها و یک شنبه ها همراه خانواده به سینما برویم. هر از گاهی به تماشای بازی فوتبال برویم. کتاب هایی بخوانم که روی میز چوبیم جمع شده. منتظر بمانم تا پیر و خردمند بشوم اما بدون آنکه مثل خردمندان تبت یا کیمیاگران پراگ دقدقه چیزهای اسرارآمیز زیادی را داشته باشم این چیزها نمیتواند تأثیر منفی یا مثبتی بر زندگی من بگذارد به خوبی و خوشی به بازنشستگی برسم. خانه ییلاقی بخرم و بقیه یه عمرم را کنار طبیعت بگذرانم. به خودم قول دادم برای همیشه دیوانگی های جوانی را کنار بگذارم که آنقدر برایم مشکل ساز شده بود. کار را پیدا می کنم. زن را پیدا می کنم. دو سال با همیم و پی می بریم که برای هم ساخته نشده ایم. به کارم ادامه می دهم از زنم جدا می شوم. دوباره ازدواج می کنم. و می بینم که نمی توانم پیش بروم. نه با کار، نه با زنم. یک سال را به انزوا می گذرانم و آنقدر پول دارم که هر کاری دلم می خواهد بکنم. و بعد به این نتیجه می رسم که از نظر احساسی به بلوغ نرسیدم. پی می برم که روزی می رسد که دیگر نمی توانم پرطرفدارترین آهنگ ها را بسازم. پولم تمام می شود و به روز بعضی هنرمندهایی میافتم که می شناسم. همیشه به یاد گذشتهاند. همیشه چیزهایی را به یاد میآورند که کس دیگری به یاد ندارند. همیشه پول قرض میگیرند و قول میدهند پس بدهند و هرگز پسش نمی دهند. قسم می خورم. این اتفاق برایم نیفتد. کار جدید، زن جدید، تحصیل کرده از خانواده خوب با همان رؤیاهایی که من هم به خودم تحمیلشان کردم. خانه شخصی، بچه، آبجوی روزهای یک شنبه، باربیکیو روزهای یک شنبه و هیچ چیز مطلقا هیچ چیز نتواند ما را وادار به خروج از این زندگی بکند دو سال تمام شجاعانه مقاومت می کند. و یک روز در سالن آپارتمان می نشینیم مثل آدم های منطقی و بالغ و به این نتیجه می رسیم که دیگر ادامه زندگی مشترکمان ممکن نیست من غمگینم و او غمگین است که من غمگینم در این لحظه خبرنگاری برای مصاحبه با من می آید. زود به زود همدیگر را می بینیم و سرانجام با هم زندگی می کنیم. به خاطر او به خاطر آرامش و صمیمیت مهربانانش زندگیم کاملا عوض می شود. به رویای جوانیم برمیگردم. او هم آقشته به رویاهای جوانیش است. زندگی دوباره به یک ماجرا مبدل می شود. اولین دومین سومین کوه را با هم پشت سر میگذاریم به جایی میرسم که همیشه دلم میخواست برسم اما آنجا باز نمیمانم به جایی میرسم بسیار دورتر از آنچه رؤیایش را داشتم حالا یکی از پرخاننده ترین و متنفس ترین نویسنده های دنیا هستم. جستجوی روحانیم را از سر می گیرم و همانطور که خودم را کشف میکنم کنم تجربه ام را با خاننده هایم در میان میگذارم. آنها هم تجربهشان را با دوستانشان در میان میگذارند که کم کم به هم میگویند آیا رویا داشتن ممکن است؟ همه چیز خوب پیش می رود. کتاب هایم در چهار گوشه دنیا منتشر می شود. برای زندگی چهار نسل پول دارم. کار همسرم به او شور و شوق می دهد و به من آزادی. و ناگهان بدون هیچ ردی. ناپدید می شود به جایش زهیر ظاهر می شود زهیر نقاب عشق به چهره می زند خودم را بدبخت ترین مرد دنیا میابم چرا که فقط یک نفر بود که دوست داشتم قلبم را تسلیمش کنم و او دیگر نیست تا قلبم را دریافت کند نیست تا بگوید کجا اشتباه کردم تا بتوانم همه چیز را اصلاح کنم چیزی را که لازم است تغییر بدهم و از نو آغاز کنم سعی می کنم خودم را با نوشتن کتابی برای او آزاد کنم زهیر برای مدتی ترکم می کند اما بعد دوباره ظاهر می شود. با یک شخص خارجی آشنا می شوم که امید را به من بر می اما این کافی نیست. باید زنی را که رفته هم به من برگرداند. او پاکتی با نشانی زنم به من میدهد. بعد میفهمم کجاست. فقط باید یک تاکسی بگیرم، سوار هواپیما بشوم، یک ماشین، یک راهنما و برسم به این دهکده که اکنون رسیدم. با چهره قبارالود با عرق سرد و میدانم پایان تمام جستجویم در آن خانه میان درخت هاست. ها اولیس به ایتاکا برمیگردد تا با حیولاهای شخصیش روبرو شود و آنها را شکست دهد. اما می بینم که نمیتوانم از جایم تکان بخورم. توری اسرارآمیز و نامرئی اسیرم کرده. تارهایش را نمی بینم و نمیدانم چطور خودم را آزاد کنم. برای پیش رفتن باید این تور را پاره کنم. نشانه ها ظاهر می شود. تعقیبشان می کنم. پی می برم که هر چند مدت هاست ازدواج کردم اما هرگز زنم را درست نشناختم. میبینم که محکم ترین تار تور چیزی است که باعث شده باور کنم او همه چیز دارد یک داستان عشقی خلق کرده بودم مثل داستان هایی که در فیلم ها و سریال های تلویزیونی می دیدم و در کتاب ها و مجله ها می خاندم. در داستان من عشق چیزی بود که رشد می کرد. به حد معینی می رسید و بعد دیگر فقط باید آن را مثل گیاهی زنده نگه می داشتیم. هر آبش می دادیم و شاخ و برگ های خشکش را می چیدیم. عشق معادل محبت هم بود و امنیت، اعتبار، رفاه، موفقیت عشق در لبخند ها تجلی میافت در کلماتی مثل دوستت دارم یا عاشق لحظه ای هستم که به خانه میرسی اما ابهام بیشتر از آن بود که گمان میکردم گاهی این طرف خیابان سر از پا نشناخته عاشق استر بودم و وقتی به آن طرف خیابان می رسیدم احساس می کردم اسیرم. و از اینکه خودم را به کسی متعهد کردم غمگین بودم. دیوانه وار دلم میخواست دوباره بروم دنبال ماجراجویی. فکر می کردم دیگر دوستش ندارم. و وقتی عشق با همان شدت گذشتش برمیگشت شک می کردم و به خودم می گفتم. فکر می کنم به او عادت کردم. احتمالا استر هم همین افکار را داشته و احتمالا به خودش گفته چه چرندیاتی؟ ما خوشبختیم. می توانیم بقیه عمرمان را همینطور بگذرانیم. هرچه باشد او هم همان داستانها را خوانده همان فیلم ها و سریال های تلویزیونی را دیده در هیچ کدام از این چیزها اشاره ای نمی شود که عشق بسیار بزرگ تر از صرفا یک پایان خوش است پس چرا باز هم همدیگر را تحمل نکنی؟ اگر هر روز صبح تکرار می کرد که از زندگیش راضی است مطمئنا هم خودش سرانجام باورش می شد و هم تمام اطرافیان یقین می که این زوجی که می بینند معنای واژه خوشبختی را می دانند. اما او طور دیگری فکر می کرد. طور دیگری عمل می کرد. سعی کردم خودم را نشان بدهم و ندیدم. باید او را از دست میدادم تا بفهمم تعم بازیافته ها شیرین ترین است که می توان چشید. حالا آنجا بودم. در خیابان شهری کوچک راه میرفتم. خوابم می آمد و سردم بود و دوباره به خاطر او جاده ای را در پیش گرفته بودم. اولین و مهمترین تاری که مرا در دام نگه می داشت موقعی پاره شد که موتورسیکلتی مرا به آسمان پرتاب کرد و فکر کردم که دور از محبوبترین کسم می میرم. و دوباره برای هزارمین بار از خودم پرسیدم تمام این اتفاقها برای چه افتاده است خود عشق جوابم را داد منم همه و هیچ همچو بادم و راه نمیابم به آنجا که درها و پنجره هایش بسته است به عشق جواب دادم اما من به رویت گوشودم و او گفت باد از جنس هواست در خانت هوا هست اما همه راهها بسته است بر اساسیت قبار نشسته رطوبت تابلوها و رنگ دیوارها را خراب می کند. همچنان نفس خواهی کشید. بخشی از مرا خواهی شناخت. اما من یک بخش نیستم. من همه چیزم و این را هرگز نخواهی فهمید. آن وقت بود. که هرچند خودم را یک انقلابی آزاده با افقهای باز می دانم. دیدم چقدر به خودم عادت کردم و پی بردم که بر اساسی قبار نشسته رطوبت تابلوها را فاسد کرده راهی نداشتم جز گوشودن درها و پنجره ها. و بعد باد همه چیز را جارو کرد. میخواستم خاطراتم را نگه دارم. چیزهایی را نگه دارم که به خیالم با آن همه زحمت به دست آورده بودم اما همه چیز ناپدید شد حالا مثل استپ خالی بودم دوباره درک کردم چرا استر تصمیم گرفته بود به آنجا بیاید خالی همچون استب و از آنجا که خالی بودم بادی که وارد شد چیزهای نو با خدا آورد صداهایی که نشنیده بودم مردمی که هرگز با آنها حرف نزده بودم همان شیفتگی گذشتم را باز یافتم چرا که خودم را از سرگذشت شخصیم آزاد کرده بودم. کنترل چی را کشته بودم دیدم قادرم دیگران را تقدیس کنم به همان روشی که کوچ نشینان استپ هم نوعانشان را تقدیس می گردم. پی بردم که بسیار بهتر و قابلتر از آنم که فکر می کردم. سن و سال فقط می تواند از ضربا هنگ کسانی بکاهد که هرگز جرأت نکردند با قدم های شخصی خودشان راه بروند. روزگاری زنی مرا واداشت تا برای یافتن رؤیایم به زیارتی طولانی بروم سالها بعد همان زن دوباره مرا واداشت راه بیفتم این بار برای اینکه مردی را بیابم که در راه گم کرده بودم آن زن زن من راهنما و عشق زندگیم اکنون فقط چند قدم با من فاصله داشت بر پله نشستم سیگاری کشیدم تا جایی که می توانستم قبار را از چهره و لباسم پاک کردم دستم را بر دستگیره در گذاشتم و وارد شدم. هرچند می دانم که شاید برای همیشه زن محبوبم را از دست داده باشم اما باید به خودم فشار بیاورم و تمام برکاتی را تجربه کنم که امروز خدا نصیبم کرد. در برکت نمیتوان صرف جویی کرد. بانکی نیست تا برکات را در آن ذخیره کنیم. تا وقتی با خودمان به آرامش رسیدیم برگردیم و از آنها استفاده کنیم. اگر از این برکات لذت نبرم، آنها را لاجرم و برای همیشه از دست می دهم. خدا میداند که ما هنرمندان زندگی هستیم. روزی چکشی به ما میدهد تا مجسمه بسازیم. روز دیگر قلم مو و رنگ می دهد تا نقشی بکشیم یا کاغذ و قلم می دهد تا بنویسیم. اما هرگز نمی توان چکش را بر بوم نقاشی به کار برد. یا مداد را بر تندیز. پس پس هرچند دشوار اما باید برکات کوچک امروز را بپذیرم که نفرین به نظرم می آید. چرا که رنج کشیدم و روز زیباست. خورشید می درخشد. کودکان در خیابان آواز میخوانند. تنها به دین گونه می توانم از دردم رها شوم و زندگیم را باز بسازم. اتاق غرق نور بود. وقتی وارد شدم چشمهایش را بالا آورد، لبخند زد و به خواندن زمانی برای دریدن، زمانی برای دوختن، برای زنها و کودکانی ادامه داد که دورش با لباسهای رنگارنگ بر زمین نشسته بودند. هر وقت استر مکس می کرد همه بی آنکه چشم از کارشان بردارند آن قطعه را تکرار می کردند. بغز گلویم را گرفت. جلوی خودم را گرفتم تا گریه نکنم و از آن لحظه به بعد دیگر هیچ احساسی نداشتم. فقط به آن صحنه نگاه کردم. به کلمات خودم گوش دادم که از میان لبهای او خارج می شد. در میان رنگ ها، نور، مردمی که تمرکز مطلق، بر کلمات او داشتند. و سرانجام به قول یک خردمند ایرانی عشق بیماری است که هیچ کس درمانش را نمیخواهد. آنکه عشق بر او هجوم میبرد پس از هجوم میلی به برخواستن ندارد و آنکه از عشق رنج میبرد میلی به شفا ندارد. استر کتاب را بست. همه چشم بالا آوردند و نگاه هم کردند. به آنها گفت میخوام به دوستی برسم که الان رسیده. درس امروز تموم شد. همه خندیدند و با من سلام و تعارف کردند. او به طرف من آمد. ام را بوسید بازویم را گرفت و بیرون رفتیم. گفتم سلام. جواب داد منتظرت بودم. او را در آغوش کشیدم. سرم را بر شانش گذاشتم و زدم زیر گریه. موهایم را نوازش کرد و از حالتی که مرا لمس می کرد فهمیدم آنچه را نمیخواستم بفهمم و پذیرفتم آنچه را نمیخواستم بپذیرم. وقتی دید اشکهایم دارد تمام می شود گفت همه جور انتظار تو کشیدم. مثل زنی ناامید که میدونست مردش هرگز قدم های اونو درک نکرده و هرگز به اینجا نمیاد. پس باید سوار هواپیما بشم و برگردم تا دوباره در بحران بعدی شرکت کنم برگردم و دوباره بیام برگردم و دوباره از شدت باد کم شده بود درختها هم به حرفهای او به من گوش می دادند. انتظار کشیدم همونطور که پنلوپه انتظار اولیس رو میکشید. رومئو منتظر جولیت بود. بیاتریس منتظر دانته بود تا نجاتش بده. خلع استب سرشار از خاطره تو بود. خاطره لحظاتی که با هم گذروندیم، کشورهایی که با هم سفر کردیم، شادیهامون. هامون، بعد به پشت سر نگاه کردم به رد پاهام و تو رو ندیدم خیلی رنج کشیدم فهمیدم به راه بی برگشتی قدم گذاشتم و وقتی آدم وارد راه بی برگشت میشه فقط میتونه جلو بره رفتم پیش کوچ نشینی که زمانی میشناختم ازش خواستم به من یاد بده سرگذشت شخصیم رو فراموش کنم تا آغوشم رو به روی عشقی باز کنم که همه جا هست کم کم از اون سنت تنگرها رو یاد گرفتم یک روز به کنارم نگاه کردم و دیدم این عشق در یک جفت چشم منعکس شده چیزی نگفتم همه چیز را فهمیده بودم دوست. خیلی زخم خورده بودم باورم نمیشد که عشق میتونه برگرده اون چیز زیادی نگفت فقط زبان روسی یادم داد و برام گفت در استبها صفت آسمان همیشه آبیه هر چند خاکستری باشه چرا که میدونن ماورای ابرها آسمان هنوز آبیه دستمو گرفت و کمکم کرد تا از این ابرها بگذرم یادم داد تا خودم رو دوست داشته باشم پیش از اون که اونو دوست داشته باشم نشانم داد که قلبم در خدمت من و در خدمت خداست، نه در خدمت دیگران. گفت گذشتم همیشه همراهم میمونه، اما هرچی خودم را از وقایع آزادتر کنم و بیشتر بر احساسات متمرکز بشم، بیشتر میفهمم که همیشه در لحظه حال. فضای عظیمی هست به عظمت استپ که میشه با عشق بیشتر و شوق زندگی بیشتر پرش کرد سرانجام گفت رنج موقعی زایده میشه که انتظار داریم دیگران به شکلی دوستمون بدارن که خودمون میخواهیم نه به شکلی که عشق باید متجلی بشه آزاد و بی اختیار ما را با قدرتش هدایت کنه و از توقف بازمون داره سرم را از روی شانش برداشتم و نگاهش کردم دوستش داری؟ ساکت ماند تو چی فکر میکنی؟ فکر نمی کنم نه پس چرا سوالهای احمقانه میپرسی فکر کردم به خاطر احساس ناامنی اما فکر کردم خوب است که به جای آنکه تا ابد منتظر من بماند سعی کرده دوباره عشق را پیدا کند من حاملم انگار دنیا روی سرم خراب شد اما فقط یک لحظه طول کشید. دوس؟ نه. کسی که اومد و دیگه رفته. خندیدم هرچند در واقع قلبم در سینه منقبض شده بود. گفتم به هر حال توی این آخر دنیا کار زیادی برای انجام نبوده. استر هم خندید و گفت اینجا آخر دنیا نیست. گفتم اما شاید وقت برگشتن به پاریس باشه. از محل کارت به من زنگ زدن. میخواستن بدونن کجا پیدات کنن. میخواستن گزارشی به همراه یک گروه گشتی ناتو در افغانستان تهیه کنی. باید جواب بدی که نمیتونی. چرا نمیتونم؟ چون حامله ای؟ میخوای بچه به این زودی انرژیای منفی جنگ رو دریافت کنه؟ بچه؟ فکر میکنی این مانع کارم میشه؟ تازه، تو چرا نگرانی؟ تو که این وسط نقشی نداری؟ ندارم؟ مگه به خاطر من نبود که به اینجا اومدی؟ یا فکر میکنی این کمه؟ از جیب لباس سفیدش تک پارچه خونالودی بیرون آورد و با چشم های اشکالود به من داد. برای تو دلم برای دعواهامون تنگ شده بود. و بعد از مکسی گفت به میخایل بگو یه اسب دیگه هم پیدا کنه. بلند شدم. شانه هایش را گرفتم و تقدیسش کردم. به همان شکلی که خودم تقدیس شده بودم. پایان کتاب